با سلامی گرم به شما بینندگان عزیز شهلا دانشور هستم برنامه کارگران به یک دنیای بهتر رو خدمتتون تقدیم می امیدوارم حال همه شما خوب باشه و هر جا که هستید شاد و خورم باشید برنامه کارگران رو از قبل داریم تهیه می و تو این فاصله ممکن اتفاقاتی باسم بیفته انقدر که اوضاع متحول هستش اما با این حال بالاخره پوشش میدیم به اتفاقات و اخباری که تو این هفته گذشته در رابطه با کارگران زندانی صحبت میکنیم و در رابطه با مسئله تعیین حداقل دستمزد. ممکنه همونطور که گفتم تا روز پخش این برنامه حداقل دستمزد رو بالاخره تعیین کرده باشن و بالاخره یه به قولی خاکی به سر خودشون کرده باشم بعد جوری تو مخمسه گیر کردن هر روز دارم میگن که افتاد عقب نمیدونم وزرا شرکت نکردن نمایندگان کارفرما شرکت نکردن نمایندهای کارگران میگم تحریم باید کرد همه اینا همون دو ادامه همون داستان سیرک مسخری هست که ازش صحبت کردیم شورای عالی کار هیچ چیزی نیست جز یک مشت از دار دستای خود و حکومت که میشینه از بالا سر کارگر هر ساله تصمیم میگنه سر دست همین رو هم کارگران تحمیل کردن به اینا وگرنه اینا که قانون برای قانون جنگل و کاری به مسئله ندارن و بارها سعی کردن از زیر بار تعیین حداقل دستموز شونه خالی کنن ولی این رو هم کارگران تحمیل کردن و خود نفس این که سال یک بار دولت مجبوره به کارگران نگاه کنه به جامعه نگاه کنه و بگه دستمز چقدر باید باشه خیلی فشار سنگینی روی حکومت هستش و الان به ویژه امسال بیش از هر وقتی داریم میبینیم که تو چه مخمسه گیر کردن دعواهاشون سر اینه که نمیدونم کارفرمایان گفتن 15 درصد افزایش پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی 15 درصد به این 608 هزار تومن اضافه بشه دولت گفته 17 درصد با اضافه بشه اونا که میگن نماینده کارگران هستن یعنی شورای اسلامی و قانون عالی شورای اسلامی و خانه کارگر اینا اینا, اینا 59 درصد 57 درصد 60 درصد هم بازی میکنن و اینا همه بازیه نهایتش حتی, حتی همون هم که قانون عالی شورای اسلامی میشه چیزی حدود هزار خواهد شد دیگه و این رو از قبل کارگران، معلمان، پرستاران جواب رد بهش دادن. یک پلاکارد معلمان تو اعتراضاتشون این بود که خط فقر سه میلیون و 500 هزار و حقوق معلم یک میلیون. یعنی نمیخوایم یعنی از همون اول جواب رد داده شده به این. کارگران جلو مجلس تجمع کردن در پنجم اسفند. و یه پلاکار چون این بود که خط فرق سه میلیون و پونسد هزار دستموز هزار و اینو رد کردن پرستارها رد کردن بازنشستها اینو رد کردن حرفشون رو از قبل زدن اگه دولت گیجه و نمیدونه چه کنه به وحشت افتاده تو مخمس گیر کرده مردم کارگران روشنن و میگن در قدم اول باید فاصله بین خط فقر و دستمزد پر بشه یعنی اگر در خط فقر رو شما میگه سه میلیون و 500 هزار دست ما هم حداقل با تو این سطح باشه بگذاریم که حتی همین هم با رشد سرساماور قیمت ها و تورم مرتب افزایش پیدا میکنه و دارن میگن که فروردین ماه گرانی ها خواهد بود و از همین الان گفتن که مالیات بر کالاها افزایش پیدا میکنه یک بخشی از کس بودجه دولت از طریق مالیات ها باید بشه از همین الان گفتن کالاهای حامل نریشی گرون میشه و از همین الان میبینید که دیگه ایام نوروز در پیش و اون وقت قیمتها برق، گاز، آب، نان، نمیدونم میوه همه چی در حال گرون شدنه و این خودش نشوندنده یه جنگ و یه کشاکش جدی هست برای سالی که در پیش داریم برای اوضاعی که در پیش داریم پرستاران اولتیماتوم دادن معلمان اولتیماتوم دادن کارگران اولتیماتوم دادن جنگ جاری هستش کسی منتظر اعلام حداقل دستمزد دولت نیست از قبل گفتن کارگران ما چی میخوایم از قبل گفتن میگفتن در قدم اول پرستارا گفتن کارگرا گفتن جامعه داره میگه چی میخواد و میگه قبول نمیکنم این مسئله رو ده جور بحث کردن بحران داریم تحریم داریم چه داریم و اینا به کارگر ربطی نداره اون موقع هم که تحریم نداشته همین بسات بود سی و سال همین بساته و همواره دستموزا چندین برابر زیر خط فقره و امروز جامعه اینو نمیپذیره با جنبشاش اومده جلو با اعتراضاتش اومده جلو تو همین یک ماه اتفاقات مهمی افتاده هزاران معلم دست به تجمع زدن و گفتن نمیپذیریم کارگران تو مار جمع کردن هزاران کارگر ایران خود رو پیشتاز این حرکت بود و گفت نمیپذیریم پرستاران همین جوری بازشستگان همینطور و اون چیزی که مربوط به ما اینه که صفمون رو کنیم در مقابل این تعرض بیستیم اجازه ندیم اینا عادت کردن و میدونن سیاستشون اینه همین بازی هایی که در میارن امیدم کانون عالی انجمنای اسلامی و اینا تحریم میکنن نمیرن تو جلسه مزد و همه اینا میدونن چه خبر اونجا حرفاشونو زدن همه اینا برای اینه که برای خودشون فرصت بخرن برای آخرین لحظاتی که تعطیلات نوروزی میخواد فرا برسه دستموز رو اعلام کنه که کارگران، معلمان، پرستاران جامعه فرصت اعتراض نداشته باشه به این سیاست اینا برای ما روه، روشنه میدونیم چه میکنن اینا حرف همه اینا مشترک بود حرف همه اینا اینه که دستموز تورم اضافه میکنه دستموز باعث گرانی میشه بنابراین نباید افزایش پیدا کنه همه کالاها افزایش پیدا کنه چون سودش میره تو جیب جناب کارفرمایان و سرمایه‌داران اما دستموز نباید اضافه بشه گرون برای اینکه از جیب سرمایه‌دار باید از سودش بخش بده به دستموز تو آمارای دولتی خودش میگن تو ایران پنج درصد سودی که آید کارفرما میشه سهم دست موزه بقیهش جدا از مخارج که حالا مواد دو اینا تهیه میکنن مواد اولیه بقیهش تو چی کارفرمایانه و این بهشت سرمایه داری برای دولت و سرمایهداری حاکم و این موضوعی که بسیار مهم است بحث رو باید روشن پیش ببریم ارتماتوم رو باید جدی بگیریم کارگران معلمان پرستاران و خوشبختانه الان یک همبستگی مبارزاتی سراسری رو سر ماز می‌بینیم تو اعتراضات معلمان دیدیم که پرستارا شرکت کردن کارگران شرکت کردن و شعار واحد و خواست واحد همه های جامعه رو با هم دیگه مربوط کرده و اگر ایام نوروز رو اینا میخوان وقفه ای به ایجاد کنن تو مبارزات ما ایام نوروز زمانی فرصتی هست برای ما که دیدارامون قرار مدارامون رو محکمتر کنیم و برنامه ریزی روشنتری برای ادامه اعتراضاتمون بریزیم و اجازه ندیم و حقمون رو بگیریم این صحبت ما و پیام ما قبل از شروع سال جدید هستش موضوعات دیگه اخبار اعتراضات کارگریه اجازه بدید برم سراغ اخبار اعتراضات کارگری اولین خبر خبر تجمع اعتراضی کارگران معدن سنگرود البرز غربی هست که صد نفر از این کارگران به تهران اومدن و مقابل وزارت ساختمان وزارت کار جمع شدن اینا دو ماه حقوق طلب دارن ایدیو پاداش آخر سال خودشونو میخوان و یه اعتراضشون هم اینه که 19 ماه بیمه اونا تحت عنوان مشاغل سخت و آور ثبت نشده و 186 کارگر این معدن با این موزر رو برو هم و این تاثیر مستقیم داره رو مسئله بازشستگی پیش از موعد اونا و به هم این کارگران اعتراض دارن سال گذشته هم این کارگران در تهران تجمع داشتن در مورد تعدادشون بالاخره این مسئله انجام گرفتش که جز بازنشسته میشن ولی این 186 نفر با این موزر روبرو هستن خبر دیگه که البته بگم که چیزی که بازنشستگی میگن تو جمهوری اسلامی واقعا چندرغازی هست بعد از سالها کار کولت یک کارگر حتی از تامین از اینهای درمانیشم هم بر نمیاد چون نه درمان رایگان است نه تاثیر رایگان بر بچه هاش هست نه هیچی و میبینیم که با حقوقهای نهایتا میانگین یه میلیون و یه میلیون دویست خیلی تو بهترین حالت کارگرا بازنشسته میشن و مجبورن حتی تو سن کولت هم باز دوباره شغل دیگه بگیرن تا بتونن امرار معاش کنن خبر دیگه دور جدید اعتراض کارگران فازهای 15 و 16 اصلویه هست و این مدت اعتراضات گسترده ای در اصلوی شاهد بودیم که میدونید در ششم اسمن ما تعدادی از این کارگران از شرکت های مختلف دست به اعتراض زدن و تونستن یک تا دو ماه از حقوق و دستموز های موفقی خودشون رو بگیرن اما سایر کارگرانی که هنوز دو تا سه ماه دستموز خود رو طلب دارن نتونست هنوز دستمزدشون رو طلب دارن و اینا از هفته اسفند در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب زدن و این کارگران امروز هیجده اسفند در پشت درب ورودی سایت تاسیسات پتروشیمی جمع شدن و سر کار حاضر نشدن و زیر فشار اعتراض این کارگران قول داده شد که حقشون داده بشه این خبر رو الان هیجده اسفند که من اینجا دارم برنامه رو تهیه کردم و دارم به خدمتون ارائه میدم امیدوارم تا روزی که پخش میشه این کارگران موفق بشن و حقوقشون رو بگیرن این کارگران از شرکت های پیمانکاری آرش مکانیک توانمند تلاش گستر و پناه سازان هستند اصلویه یک مرکز دائمی اعتراض و مبارزه هستش خبر دیگه مرحله دوم اعتصاب کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام هست که به دنبال اعتصاب دو روزه این کارگران تو روزهای دهم ده و یازدهم اسفند ماه بهشون وعده داده شده بود که بهشون جواب داده خواهد شد ولی از اونجا که جوابشون رو نگرفتن از صبح روز هفته اسفند دوباره دست به اعتصاب زدن و تو روز 18 اسفند این کارگران اعتراضشون رو ادامه دادن که باز امروز این روزی که دارم برنامه رو تهیه میکنم خدمتون ارائه میدم بنا به خبرها تو دومین روز اتصاب کارگران شرکت پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام تو روز 11 اسفند ما مدیریت پتروشیمی طی جلسه ای به, نمایندگان کارگران مهلت دو روزه خواسته بود ولی چون جواب نداد این اعتراضات از سر گرفته شد و صبح روز 16 اسفند به طور غیر رسمی به کارگران گفته شد که تا ظهر خواستاشون رو جواب میدن و این کارگران اون روزم فرصت دادن ولی وقتی هفته اسفند دیدن خبری نشده دست به اعتصاب زدن بر حال این کارگران حق جذب بدی آب و هوا حق کثیفی کار حق کار در ارتفاع و سایر مزایای مرتبط با شغلشون و پرداخت ایدی امثال امسال و دستمزد اسفند ماهشون هستش و در واقع این کارگران خواهان افزایش حقوق ها هستن بندر امام یکی از مراکز مهم اعتراضی کارگری از سال گذشته پیشتاز اعتراض برای خاص افزایش دستمزد بود که خاص دو میلیون و هزار رو اعلام کردن و این خواست تبدیل به خواست تومار مار چل هزار امضا شد و گفتمان های وسیل رو به راه انداخت همچنین کارگران پیشتاز مبارزات گسترده چند سه سال پیش بود سر کوتاه شدن دست پیمانکاران که هزاران کارگر پتروشیمی ماشر به دنبال حرکت کارگران پتروشیمی بندر امام دست به اعتراض زدند و توی بخش های این کارگران مستقیم شد و نتیجه دادش درود به کارگران پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی ماشر که یکی از کانون‌های داغ اعتراضی هست و دستاوردهای مهمی برای جنبش اعتراضی کارگری داشته خبر دیگه چهارمین روز اعتصاب کارگران معدن زمستان پورت هستش که روز هفته اسفند چهارمین روز اعتراض این کارگران بود بیش از 750 کارگر بخش شمال غربی معدن زمستان پورت هستند که این کارگران تو محل محفته معدن تجمع کردند اعتراضشون به پرداخت نشدن حقوق ماهای آبان آذر دی بهمن هستش و همینطور دریافت ایدیو و سنوات پایان سالشون زیر فشار اعتراض این کارگران روز پنجشنبه که مدن به طور رسمی تعطیل بود یک ماه حقوق آبان ماه اونا رو پرداخت کردن اما کارگران میگن همه طلب رو میخوان و ایدیو و رو میخوان به خصوص توی آستان سال نو به هزینه های سنگین فشار اقتصادی سنگینی بر اونها وارد شده خبر دیگه موفقیت کارگران پتروش... کارگران فصلی نیشکر هفتپه هستش نیشکر هفتپه نامی آشنا برای همه ماست صدای این کارگران وقتی که شعار میدادن کارگر هفتپه ایم گرسنه ایم گرسنه ایم و بیانیه شش ماده ای رو دادن که یکی از خواستاش تشکیل مجمع عمومی به طور منظم برای تشکل و سازمانیابیشون بود و همونجا این رو با اتکاب اجتماعشون که صندیکای خودشون رو تشکیل دادن و بعد هم خواستهای دیگه که دستموزاشون باید به طور منظم پرداخت بشه خواست اینکه باید دست حراست کوتاه بشه خواست اینکه دستموزشون افزایش پیدا کنه و این کارگران کاری کردن که نیشکر رفته به یکی از اون مرا... مراکزی است که همواره تونسته تحمیل کنه که دستمزش به تعویق نیفته و هر وقت به تعویق افتاده یک یا دو ماه فورا این کارگران بیرون اومدن اعتراض کردن و حقشون رو گرفتن الان ات... مسئله در رابطه با کارگران نیبور هفته ازش قبلا گزارش کرده بودیم که این کارگران فصلی کار میکنن و اون فصلی که کار نیستش اون فصل بیمه اینا واریز نمیشه به همین دلیل اینا با تو بازنشستگی باید شاید سال کار کنن تا بتونن بازنشسته بشن و این محرومیت سنگینی هست برای این کارگران و کارگرانی هستن 20 سال 25 سال 30 سال کار کردن نمیتونن بازنشسته بشن و هیچ حق حقوقی شامل حالشون نمیشه و اینها بارها تجمع کردن اعتراض کردن و یکی از خواستای تشکل سندیکای نشکرفته به اتفاقا همین مسئله بودش و الان بالاخره بعد از تمام این اعتراضات پذیرفته شده که اه، فصل اه، که اونا کار ندارن براشون همچنان بیمه پرداخت بشه 686 کارگر هستن و به این ترتیب مسئله و موزل بازنشستگی اونا برطرف میشه و خب همونطور که گفتم بازنشستگی جمهوری اسلامی واقعا خفتباره واقعا شرماوره و کمترین حق و هو به بازنشسته تعلق میگیره و این کارگر حتی از اون هم محروم بودن به هر حال تو مرحله اول 340 نفر از این کارگران نیبور با احتساب سوابق مربوط به بازنشستگی بازنشسته میشن و مابقیشون گفته شده تا یه دو سال آینده که باید حواسمون باشه که مبادا زیرش بزنن اما خبر اعتراضی دیگه تجمع کارگران تبریز کف هست که در اعتراض به خلف وعده کارفرما روز 16 اسفند تعدادی از این کارگران تو اعتراض به عملی نشدن وعده پرداخت شش ماه دستمزد موقته خودشون و سایر مزایای شغلیشون تو محوطه کارخونه تجمع کردند. تو آخرین تجمع کارگران کارخونه کف تبریز که تو روزهای 28 و 29 بهمن انجام شد کارفرما وعده پرداخت مطالبات کارگران رو حداکثر تا 15 روز آینده داده بود که این واحد تولید کننده داده بود که این تحقق پیدا نکرد و به همین دلیل کارگران بازم اعتراضشون رو ادامه دادن این واحد تولید کننده امواع کاشی و سرامیک است و به گفته کارگران میانگین مطالبات اونها تا حدود حدودا 16 میلیون تومنه و علاوه بر اون چندین ماهی که کارفرما بیمه اونا رو پرداخت نکرده و با مشکل تمدید دفترچه هاشون رو برو هستن و به همین دارین کارگران دوباره دست به اعتراض زدن تبریز کف هم بارها اخبار اعتراض رو نشنیدید و همواره در اعتراض و مبارزه هستن خبر دیگه تجمع کارگران عرف ایران هست مقابل شورای اسلامی شهر که روز 16 اسفند ماه حدود 80 نفر از کارگران شرکت عرف ایران در اعتراض به تاخیر تو پرداخت حق بیمه و تهدید امنیت شغلیشون مقابل شورای اسلامی شهر تهران تجمع میکنن و به گفته کارگران نزدیک به چهار ماهی که بیمه اونا علا رقمی که از حقوقشون که شده ولی پرداخت نشده و این موضوع مشکلی شده برای تمدید دفترچه های بیمه درمانیشون اگر توجه کرده باشید خب سال هاست که دستموزای کارگران رو به تعویق میندازم و یک موزل وسیع و گسترده شده کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان با این موزل رو هن. الان مسئله دیگه که اضافه شده اینه که بیمه این کارگران هم به تامین اجتماعی واریز نمی کنن و دفترچه های بیمه کارگران هم تمدید نمیشه و این مزید بر علت شده و کارگران به این مسئله معترض هستند و خاص کارگران اینه که درمان رایگان بشه. خبر دیگه اعتصاب کارگران پایانه و مخازن اصلویه است در اعتراض به تعویق دستمزدها که در 16 اسفند تعداد 60 نفر از کارگران پایانه و مخازن پتروشیمی اصلویه در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزد بهمن ما و همینجور با خاص ایدی و پاداش پایان سال که تاکنون باید بهشون پرداخت می شود و همطور پاداش بهرهوری یه نیمه نخست سال 93 برای سومین روز متوالی دست به اعتصاب زدن این کارگران تو واحد های تعمیرات و نگهداری شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی یه اصلویه با شرکت رامیکو کار میکنن. اونا طی ماههای اخیر چند بار در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدهاشون دست به اعتصاب زدن و اعتراض داشتن شرکت پایانو مخازن بندر اصلویه بخشی از وظیفه جابجایی توزیع و نگهداری مواد اولیه وارداتی و فراورده های صادراتی مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اصل... اصلویه رو بر عهده داره و یک منطقه بسیار حساس و کلیدی هستش. خبر اعتراضی دیگه 650 کارگر دخانیات مازندران موفق شدن بخشی از مطالبات خودشونو بگیرن زنده باد به این کارگران این شرکت در شهر بهشرف واقع است که به دنبال اعتراضاتی که داشتن موفق شدن بخشی از مطالبات خودشونو که از سال 91 به بعد طلب دارن بگیرن از جمله تو هفته گذشته شش ماه حق بن کالا شش ماه بن وزارت کار پاداش و ایدی پاداش پایان سال کارگران پرداخت شده که اینا بخش از مطالباتشون بوده اما 300 کارگر فصلی این کارخونه همچنان حق تولید گرد و غبار خود رو نگرفتن و مسئولان قول دادن که قبل از پایان سال به همراه حقوق اسفن ما بهشون پرداخت بشه و کارگران اعتراض دارن و میگن فوراً خب من یه خبر رو اینجا گذاشتم که در آخر این خبرها در مورد صحبت کنم اون هم احزار کارگران چادر ملو هستش که سی و کارگر مدن چادر ملو بعد از اعتراضات گستردهشون شکایت کارفرما باعث شد که تحت بازجویی قرار بگیرن سه نفرشون رفع اتهام شدن به قول خبر و اتهامشون چیه اخلال در نظم و آسایش عمومی نظم کی نظم کارفرما کارفرما دستمزد به موقع نمیده کارفرما قرارداد سفید امضا میبنده کار کارفرما هیچ ایمنی محیط کار تو محیط کار ایجاد نمیکنه و وقتی هم که کارگر اعتراض میکنه اون وقت 31 کارگر رو دستگیر میکنن احضار میکنن تحت محاکمه قرار میدن به عنوان اخلال در نظم الان سه نفرشون رفع اتهام شدن 28 نفرشون باقی موندن هفت تا اتهام داشتن 6 تاش رفع شده یکیش مونده اونم اخلال در نظم آسایش است واقعا شرم واقعا نشانگر کل این سیستمه که چگونه در خدمت سرمایداران کارفرمایان است و مسئله اصلی مسئله اعتراض هزار و خورده کارگر چادر ملوه هست قدرت این کارگران است مهم باید کارگران چادر ملوه در مقابل این بیستند بیستن تجمع کنند خانواده ها شرکت کنن چادر بزنن مثل کارگران بافقی است که چگونه تونستن همکاران خودشون رو با تجمع و با شرکت خانواده آزاد کنن سال گذشته کارگران چادر ملو باید همون رو الگو قرار بدن و نباید بگذاریم و این مسئله بسیار بسیار مهم هستش دو دقیقه باقی مونده یکی خبر دستگیری کورش بخشند فعال کارگری در سنندش که دستگیر شد در شونزی اسفن ماه یکی احسار خلیل کریمی هست که باز در سنندش احسار شد در 14 اسفن ماه و یکی هم مسئله احضار جعفر زاده در دهم ده اسفند ما و حکم زندان سه سال و نیم برای جمیل محمدی و در این حال وضعیت بهنام ابراهیم زاده که جانش در خطر در قرنطینه رجای شهر و به اون به شکلهای مختلف تهدید به قتل شده و همینجور محمد جراحی در زندان تبریز اینا وضعیت کارگران زندانی است این کارگران رو زیر فشار گذاشتن که باید از اتحادیه آزاد نمیدونم استعفا بدید چرا تجمع کردید تجمعتون برای دستمزد غیر قانونی بوده و همه این فشارها رو آوردن این کارگران گفتن حق ماست تجمع کنیم حق ماست اعتصاب کنیم حق ماست خواهان افزایش دستمزد بشیم و حق ماست عضو یه تشکل باشیم این رو به خلیل کریمی گفتن این رو به جعفر عظیم زاده گفتن این رو به جمیل محمدی گفتن این رو به بخشنده گفتن درود به این کارگران و دفاع از این کارگران یعنی دفاع از حق تشکل حق اعتصاب مبارزه برای خاص افزایش دستمزد به این احصار به این دستگیری ها اعتراض کنیم حمایت و پشتیبانی کنیم وقت برنامه پایان گرفته متشکرم که همراه ما بودید برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم